رشته دوم در بیان خوف، بدان که رجا آمیخته باید به خوف تا معدی به امن نشود. رجا باید با خوف همراه باشد، وگرنه انسان احساس امنیت میکنه و دیگر گناه رو باز از سر میگیرد. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، و از مکر خداوند کسی ایمن نمیشود مگر قومی که در خسران و در زیانند. و هر که امروز خوف و حوز ندارد، فردا از بشارت لا تخافو و لا تحزنو برکنار خواهد بود. قرآن می فرماید لا تخافو و لا تحزنو. در قیامت خداوند می فرماید لا تخافو و لا تحزنو و انتم الاعلون. از خدا نترسید و حزن به خود راه ندهید که شما برترین هستید. انسان خداوند آیا کار بیهوده می کند؟ خداوند به چه کسی میگوید لا تخافو؟ کسی که ترسیده باشد، کسی که در این دنیا از خدا ترسیده باشد، خدا به او میگوید که نترس. وگرنه کسی نترسد به او، کسی به او بگوید نترس، این بیهوده هست، درسته؟ و خدا کار بیهوده انجام نمیدهد. وقتی خدا میگوید نترس، این باید ترسنده بوده باشد که خدا به او بگوید نترس. یک صفتی دارد که او بگوید این صفت رو از او بگیرد. بنابراین اگر انسان خوف نداشته باشد، این امکان ندارد که مورد خطاب لا تخافو باشد. اگر حزن در حزن نباشد، در اندوه دوری از حضرت معشوق نباشد، به او لا تحزنو خطاب نخواهد شد، چون که او در حزن نیست که. چه این خطاب با کسی راست آید که خائف و حزین باشد؟ شیخ تستری رحمت الله علیه فرموده است که خوف مذکر است و رجا مؤنث، چون هر دو جمع شوند حقیقت ایمان از ایشان تولد کند. خوف مذکر است و رجا مؤنث، از حاصل ازدواج این خوف و رجا البته تولد خواهد شد، حاصل آنکه بشارت لا تخافو خائفان راست، کما اشار مولوی. لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. کسی طبقی فرستاده است، خب شما میگویید که خب حتما این نان خواهد فرستاد که این طبق رو فرستاده است. خوف آن کس راست کو را خوف نیست، غصه آن کس را کش اینجا توف نیست. شاد از وی شو مشو از غیر وی، او بهار است و دیگرها ماه دی. میگه بایستی در این جهان خوف داشته باشی تا در آن جهان آن خوف از وجود تو زایل شود و شادی تو شادی او باشد. از خدا شاد باش، از وصال حضرت معشوق شاد باش. هرچه غیر از اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. اگرچه تخت و ملک تو هست، آن محصول استدراج است. استدراج یعنی این که سنتی است از سنت‌های خداوند، این که خداوند به بنده‌ای که بسیار بدی می‌کند به او مهلت می‌دهد، به او مهلت می‌کند که بدی کند یا نیکی کند، به او مهلت می‌دهد که شاید برگردد، اما او بر نمی‌گردد و به کارهای خودش ادامه می‌دهد. به این میگن سنت استدراج. و می‌گویند وقتی که هیچ مریضی نداشتید، هیچ ناراحتی نداشتید، همه چیز رو به راه بود، آن وقت بترسید که مورد سنت استدراج خداوند قرار گرفته اید. گاهی که انسان میبیند دیگه هیچ غم و غصه‌ای ندارد، همه چی حل است، همه چی سر جاشه، اینجا به قول عرفا یک جای کار اشکال دارد، اینجا یه مشکلی وجود دارد که شما خیلی احساس راحتی میکنید. هیچ مشکل و اهم از مشکل دنیایی یا مشکل اخروی هیچ مشکلی ندارید. اینجا بایستید آدم دقت کنه که نکند مستوجب و مشمول سنت استدراج خداوند قرار گرفته. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. یعنی انسان از غم شاد می شود، غم و اندوه معشوق او رو عاشق رو شاد می کند. آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. گر بترسیدندی از فقر آفرین، گنج هاسان کشف گشتی بر زمین. میگه انسان ها زیر آب شور میرن، مثلا اونایی که میرن مروارید جمع کنن، صد از داخل صدف ها در بیاورن 20 متر 25 متر در آب شور غوطه میخورن، جان خود رو به خطر میندازن، چون
از فقر میترسند. این ترس از فقر موجب میشود اینها چون این کارهای محیرالعقولی انجام میدن. همه ماها که کار میکنیم همین است، به خاطر ترس از فقر میرویم کارهای سختی انجام میدهیم به نسبت کارهای دیگران. این چیه؟ میگه اگر انسانها آنقدر که از فقر میترسیدن، از خدا میترسیدن، همه چی براشون آماده بود، ولی اینها از فقر بیشتر میترسن تا از خدا. جملشان از خوف غم در عین غم، وزپه هستی فتاده در عدم. اینها میترسن که غم به آنها روی کنند، بنابراین میآیند و در غم مکین میشوند. حلم حق با تو مواساها کند، چون زهد بگذشتدت رسوا کند. علم حق با تو مواسا میکند، با تو مدارا میکند، اما سعی کنیم که از حد نگذریم. گفتن بزرگان که حتی اگر گناه هم میکنیم از حدش عبور نکنیم، آن حد خاصی که لازم است رو نگه داریم. آن حد رو نگه داشتن ممکن است که انسان رو روزی نجات دهد. خاطر مجرم اگر ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. من بترسانم وقیح و یاورا، آن که ترسد من چه ترسانم برا. خدا میگوید من انسانی که وقیح هست و یاوه و بیهوده هست، من او رو میترسانم از کارهای بدش. نسبت به مردم کارهای بد نکند، اما کسی که میترسد من دیگه لازم است او رو بترسانم. من او رو امیدوار میکنم به رحمت خودم. آن که ترسد مرده را ایمن کنند، مردل ترسنده را ساکن کنند. لا تخافو هست نقل خائفان که عرض کردم این رو. لا تخافو یعنی نترسید، نقل خائفانه، اونایی که میترسند از خدا. لا تخافو هست نقل خائفان، هست در خور از برای خائفان. آن که خوفش نیست چون گویی مترس. کسی که نمیترسد بهش نمیگی که نترس. درس چدهی نیست او محتاج درس، آن دل از جا رفته را دل شاد کن. آن کسی که دیگر خیلی غمگین شده است او رو شاد کن. آن دل از جا رفته را دل شاد کن، خاطر ویرانش را آباد کن. لا تخافو از خدا نشنیده ای، از چه خود را ایمن و خوش دیده ای. میگه تا زمانی که از خدا لا تخافو نشنیده ای، ایمن ندان. به محض اینکه خدا گفت که نترسید، آن وقت بدان که تو اهل صلاح و صداد شده ای. نیز دریا ترس و نی از موج و کف، چون شنیدی تو خطاب لا تخف. وقتی خدا گفت نترس، دیگر از هیچ چیزی تو را باک و بیم نیست. لا تخافو نیست نقل مؤمنان، هست در خور از برای خائفان. در بیان آن که عارف از خوف و رجا رسته است، جهت آن که خوف و رجا تعلق به احوالی دارد که در نهایت کار روی خواهد نمود و عارف از بدایت کار آگاه است. آخرین مطلبی که بیان می‌کند این است که می‌فرماید خوف و رجا هر دو برای آینده است. انسان از چه می‌ترسد؟ از آینده می‌ترسد. حتی اگر نسبت به کار گذشته‌اش می‌ترسد، نسبت به نتیجه آن در آینده می‌ترسد. بنابراین رجا هم امید به آینده است. همه مال آینده است. اما عارفان حق ابن الوقت هستن. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. این که اینها با هم آیا منافات دارن یا نه، صوفی ابن الوقت است. یعنی خوف و رجا تا جاییست که مقامات به آن حد نرسیده است. انسان به جایی میرسد وقتی به خدا رسید دیگر از خوف و رجا فارغ میشود. آنهایی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف دارن و نه رجا دارن، از همه اینها خلاص میشوند. آن مدارج بالاتر عشق و عرفان است که انسان وقتی که ترسید، وقتی ترس رو از او گرفتن و وقتی امیدوار بود و آن را هم از او گرفتن، او خالص به وجه الله میشود، خالص برای خداوند میشود و دیگر خوف و رجا برایش معنی ندارد. اینها در مراتب پایین. اگر صد میدان در نظر بگیریم، خوف و رجا حدودا مرتبه 35 و 36 است. تازه بالاتر از آن چندین مقام است تا به صد مقامی که وجود دارد به آنها برسد. لاجرم از این هر دو فراغت دارد، چنان که حضرت مولوی در خزانه مثنوی فرموده است:
هست زاهد را غم پایان کار. بین زاهد و عارف مقایسه کرد، میگه زاهد شب و روز زهد میبرزد، شب و روز عبودیت میکند، از فردا میترسد، ولی عارف در فضای عشق الهی و فضای لا تخافوا و لا تحزنوی الهی عاشق است و در آنجا سیر میکند. او هنوز در بند خوف و رجا هست، ولی او از همه اینها رسته است و بالاتر از آنها رو میبیند. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شما، روز شمارش و روز رسیدگی به پرونده ها چه باشد. عارفان از عارفان زاغاز گشته بهره‌مند، از غم احوال آخر فارغند. اینها که اول با حضرت دوست هم نشینی کردن، اینها دیگر نه خوف جهنم دارن، نه خوف هیچ چیز ندارن، نه طمع بهشت دارن، اینها از همین اینها رستن، چون با خدا همراهن. این رجا و خوف در پرده بود، تا پس آن پرده پرورده شود. این خوف و رجا دقیقاً پس پرده الوهیت است که پرورش یابد، تا وقتی پرده ها کنار رفت، آن وقت جمال معشوقی رو زیباتر ببیند. بود عارف را همین خوف و رجا، سابقه دانیش خوردن هر دو را. هایهو را کرد تیغ او دو نیم، عارف است و باز رست از خوف و بیم. هایهوی خائفان، راجیان، همه این هایهو، همه این سر و صداها رو کنار نهاد و با معشوق روبرو نشست و روبرو با معشوق، حضرت معشوق سخن گفت. بود او را بیم و امید از خدا، خوف فانی شد، عیان شد آن رجا. بار دیگر چون ظهوری بردمد، آن امیدش نیز از وی در رمد. بار دیگر خود رود سوی فنا، آن زمان خوف از کجا و کو رجا. میگوید که وقتی که این عاشق آمد و در محضر خداوند قرار گرفت، وقتی در حضور خداوند بود، دیگر همه چیز از یاد می رود، خوف هم کناری می رود، رجا هم کناری می رود، چون که به حضرت معشوق و حضرت محبوب رسیده است و در حضور او دیگر از این خوف و رجا سخنی در میان نخواهد آمد.